با عرض سلام به همه عزیزان، امیدوارم شاد و تندرست باشید. به برنامه خودشناسی و خوددرمانی با فرهناز خوش آمدید. یه چند یادآوری که آیدی تلگرام من هست، شخصی تلگرامم هست فرهناز جی 777، کانال عمومی تلگرامم هست فرهناز جی 2016، صفحه یوتیوبم هست فرهناز جی، صفحه فیسبوکم هم هست فرهناز جی. امیدوارم در هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید و از اینکه در این ساعت با من هستید سپاسگزارم و از خالق مهربانم برای که این فرصت فراهم شده سپاسگزارم. امروز میخوام صحبت کنم راجع به فرشته مقرب اوریال. همونطور که قبلا گفتم فرشته‌های مقرب بسیار توانمندن در همه موارد، ولی بعضیشون شناخته شدن برای یک اموری، ولی در هر اموری توانایی کمک دارن. فقط باید یادتون باشه در کارما اجازه دخالت ندارن. حل کارما با خودتونه، مسئولیت حل کارما با خودتونه. فرشته اوریال یکی از فرشته هایی هست که معمولا برای فراوانی و ثروت شناخته شدن که میتونید ازشون درخواست کمک بدید برای فراوانی و ثروت. حالا میدونم اکثر آدم ها فوری شروع میکنن به درخواست دادن به فرشته مقرب اوریال برای فراوانی و ثروت، ولی یادآوری میکنم که مهمترین قسمت فراهم شدن خود شما هستی. ظرفیت دریافتتون و اینکه چه چیزایی مانع دریافت ممکنه باشه. خالق سخاوتمنده و کم هم نمیاره. خالق هرچی به شما بده کم نمیاره. فرشته های مقرب به ما عشق بدون شرط دارن. از اینکه بخوان نسبت به ما سخاوتمند باشن کم نمیارن. ولی اینجا عامل اصلی خود ما هستیم. میتونید درخواست بلسینگ بکنید، بلسینگ ورچو از خالق، چون یکی از دلایلی که شرایط مادی ممکنه اونطوری که میخواین نباشه به خاطر کمبود ورچو هست. یه لحظه صبر کنیم. پست نشده خانم علی. مثل که پست نشد. یه بار دیگه امتحان کنید. نبود توی لیست. یکی از دلایل که شرط مادی اونطور که میخواین نیست کمبود ورچو هست، که معمولا کمبود ورچو مساویه با کارما در اون زمینه. کارما مثلا کارمای مالی، کارمای شغلی، کارمای اجدادی و یه سری کارماهای متفرقه که تو شرط مادی در تاثیر میذاره، مثل کارمای اعتیاد. اینا رو باید از روح بزرگتون درخواست آگاهی بکنید که چی مانع شده، و از روح بزرگتون که خودت هستی میتونی درخواست بدی برای درمان به کارمای مالی. معلمای نوری شما اجازه دخالت در کارما ندارن. فرشته مقرب اجازه دخالت در کارما ندارن. ولی روح بزرگت، چون خودت هستی، بودی از خودته، روح بزرگت میتونه به کارمای مالی درمان بده که قبل از خواب این درخواست رو میدی. میتونی بگی از روح بزرگم درخواست میکنم به کارمای مالی من درمان بده قبل از خواب. در کنار معمولا وقتی کارمای مالی داری
یعنی ورچو مالی کم داری. ورچو مثل حساب بانکی معنویه. کارما یا بدهی کارما، خطاهایی که ما در قبل کردیم، در عمرهای قبل کردیم. مثلا اگه تو عمرهای قبل از کسی دزدی کردی، به کسی به کلاهبرداری کردی، آسیب مالی زدی، اینا میشه کارمای مالی. باعث بیکار شدن یه شخصی شدی، اینا میشه کارمای مالی یا شغلی. وقتی که این کارما حضور داری، یعنی ورچو هم تو اون زمانه کم داری. ورچو مثل کارمای خوبه و از اثر کارهای خوب به وجود میاد. مثلا شما اگه کمک کنی یکی کار پیدا کنه، یا یکی که کمک مالی لازم داره بهش کمک بکنی، یا حتی اگه راه حل به یکی نشون بدی که مشکل مالیشو حل کنه، اینا ورچو در زمینه مادی میشه. چون ورچو کارما در هر بخشی کارمای خودش و ورچو خودش رو داره. مثلا در عمر شغلی، کارمای شغلی و ورچوی شغلی در شرایط شغلی تأثیر داره. در شرایط جسمی، کارمای جسم و ورچوی جسم در شرایط جسمی تأثیر داره. هر بخشی کارما و ورچوی خودشو داره که در هر قسمتی اگه بدهی کارما زیاد باشه، معمولاً ورچو هم کمه و شرایط در اون قسمت خوب نیست، متعادل نیست. برای همین در این مسیر که آگاه هستیم، باید حواسمون باشه کارما ایجاد نکنیم، کارماهای عمرهای قبل رو حل کنیم و در کنار ورچو هم به دست بیاریم. یعنی کارهای خوب انجام بدیم که ورچو به دست بیاریم، کمک کنیم کارهای خیریه. حالا با سخاوتمندی خالق، شما میتونید از خالق درخواست کنید برای بلسینگ ورچو. در کنارش هم باید کارهای خوب انجام بدید، چون خالق بنا به قوانین این بود به حدی به شما ورچو میده که ورچو داری. یعنی اگه میزان ورچویی که شما داری به حد 1 دلار باشه، ورچویی هم که به شما داده میشه به حد 1 دلاره. اگه ورچویی که داری در حد 100 دلار باشه، ورچویی هم که به تو بلسینگ داده میشه در حد 100 دلاره. اگه ورچوت 1000 دلار باشه، در حد 1000 دلار به تو ورچو داده میشه. این برای حفظ تعادله. میزان ورچویی که داده میشه از طرف خالق به همون میزانیه که ورچو داری. برای همین در کنارش باید کارهای خوب هم انجام بدید، کارهای خیریه و کمکهای مادی هم انجام بدید. یعنی سه قسمت شاید میشه گفت. یه قسمت که بعد کارما حل کنی، یه قسمت بعد ورچو به دست بیاری، قسمت سوم میتونی از خالق درخواست بلسینگ ورچو بکنی و در کنارش به اضافه میتونید از فرشته‌های مقرب درخواست بکنید برای بلسینگ فراوانی و ثروت. بعد یادتون باشه عامل اصلی در تمام امور خودتون هستید و در کنارش باید دریافت هم بکنید. این هم یه قسمت دیگه شه. باید به خودت اجازه دریافت بدی. چرا بعضیه به خودشون اجازه دریافت نمیدن؟ به خاطر که خودشونو دوست ندارن و خودشونو لایق نمیبینن. برای همین یه کمکی که میتونید بگیرید از روح بزرگتون اینه که کمکم کن بهتر دریافت کنم. مثل اینه که من میخوام به تو یه هدیه بدم. تو اگه بگی نه مرسی من نمیخوام، این هدیه داده نمیشه. امور انرژی، حالا مثلا تو تعارفات ما
مگه میخوام به تو یه هدیه بدم، تو میگی آه نه مثلا زحمت نکشید، نه من نمیخوام، راضی به زحمت نیستم. تو بعد فیزیکی ممکنه من اصرار کنم گفت نه خواهش میکنم بگیر، یا به زور بهت بدم. ولی تبادل انرژی در امور معنوی اینطور نیست، اصرار نمیاد بکنه و به زور به تو بده. اون انرژی حضور پیدا میکنه و تو باید دریافتش کنی. اگر از لحاظ انرژی و ارتعاشت این حالت داشته باشی و افکاری داشته باشی که خب من خوب نیستم، من لایق نیستم، دریافت نمی کنی. خودت دریافت نمی کنی. اون انرژی حضور پیدا می کنه ولی خودت دریافت نمی کنی. اگر دریافتید خوب باشه و به خودت اجازه دریافت بدی، تأثیر بلسینگی که درخواست میکنی و خیلی خوب و سریع میبینی. این تفاوت هست بین افرادی که مثلا از درمان ها، از بلسینگ ها، از تمریناتی که انجام میدن میگن آه من تغییر دیدم، شرایط بهتر شد و اوضاع بهتر شد. چون حدود 80% قضیه به خودت ربط داره. افرادی که تغییر میبینن و شرایط بهتر میشه، تغییر پذیری خودشون بهتره و دریافتی خودشون بهتره، که هم اطلاعات رو دریافت میکنن، هم ازش استفاده میکنن، هم بلسینگی که داده میشه دریافت میکنن. مثلا تو بود فیزیکی اگر که شما یه مهمانی میری و همه چیز روی میز چیده شده، غذا، شیرینی، نوشابه گذاشته شده و سلف سرویسه، که مثلا تو سیستم اینجا امریکا اینطور هست، کسی هی نمیاد تعارف بکنه، بشقاب جلو جدا جدا جلو همه بگیره، مثلا تو مهمونی های ایران. اینجا رو میز میذارن میچینن، هر کی میخواد میاد برمیده، حالت سلف سرویس. حالا تو این مهمانی این غذا، شیرینی، نوشابه، هر چی فراوانی تغذیه وجود داره. افرادی که به خودشون این اجازه رو میدن، مثلا خودشون راحت هستن، اعتماد به نفس دارن، حس شرمندگی ندارن، حس خجالت ندارن، به خودشون اجازه میدن خیلی راحت برن سر میز، هر چی میخوان بردارن، بشقابشون هم میتونن پر کنن تا دلشون بخواد و برن بشینن بخورن لذتشم ببرن. حالا عده‌ای که به خودشون اجازه دریافت زیاد نمیدن، دیدگاهی که به این شخص خواهند داشته که وای این چقدر پروه، وای این چقدر بشقابشو پر کرده، وای ببین چقدر میخوره، وای ببین دوباره رفته بار دوم بشقابشو پر کرده. ولی این صحبت‌ها و این قضاوت‌ها از آن چیه که در درون خودشه، چون به خودش این اجازه رو نمیده و به خودش اجازه، دلش میخواد مثلا بره اینو برداره اونو برداره ولی به خودش اجازه نمیده، یکی دیگه که میره این کارو میکنه، یه قضاوت و لقب و اسم روش میذاره. چون خودش به خودش این اجازه رو نمیده، باعث میشه از شخص دیگری هم که این اجازه رو به خودش میده قضاوت‌های اشتباه بکنه. در صورتی که کسی که با خودش راحته، اعتماد به نفس داره، افکار دیگران هم خیلی براش مهم نباشه، حس خجالت شرمندگی هم نداشته باشه، واقعیت مطلب رو میبینه که این میز پر از غذا و مخلفات اینجا فراهم شده برای من، فراهم شده که من ازش استفاده کنم و لذت ببرم. پس چرا که نه، بلند میشه طرف مثلا بشقابشو از هر چیزی که میخواد پر میکنه، اگر خواست بار دوم هم میره پشقابشو پر میکنه. حالا این سیستم انرژی هست، در اون انرژی که در این بُعد حضور داره، کمبودی وجود نداره، فراوانی و ثروت حضور داره، فراوانی از فراوانی وجود داره، شما فراوانی رو میبینید. مثلا میلیون ها ماشین تو
باشگاه تو خیابون وجود داره. این نعمت و برکت و حضوره. فرق نمیکنه مال تو هست یا مال تو نیست. حضور نعمت هست. یا از میوه، نمیدونم، غذا، از حتی عشق، هر چیزی که تصورشو بکنی، خونه، ساختمان، وسیله یا آشپزخونه، یخچال، هر چی فکرشو بکنی، توی این شهری که الان هستی هزاران هزار یا میلیون ها از این نوع چیز حضور داره. پس فراوانی هست. حالا اگر این فراوانی برای تو حضور نداره، عامل اصلیش خودت هستی که باید ریشه یابی کنی، جستجو کنی، درخواست آگاهی بدی، ببینی چرا برای تو فراهم نشده. عامل اصلی خودتی. کارما، بعد چک کنی ببینی چه کارمایی مانع شده. میزان ورچوت رو باید ببینی، چقدر ورچو تو این زمینه داری یا چقدر ورچو باید به دست بیاری برای فراهم شدنش. و صرفیت دریافت و درخواست بلسینگ ها، اینا مسئولیت خودته که چک کنی و تعادلش بدی و تغییرش بدی. به همین نوع که روی میز فراوانی هست، مثلا توی جا مهمانی انرژی هست، کسی نمیاد به تو تحمیل کنه یا بگه بیا بگیر، تو رو به خدا بیا بگیر، اینطوری نیست. انرژی آرامه و حضور داره برای افرادی که میخوان به خودشون اجازه داشتن بدن، حضور داره و دریافت میکنن. مثلا خیلی فکر میکنن کمبود عشقه. ما در اقیانوسی از عشق هستیم. اگر حسش نمیکنی یا دریافتش نمیکنی، عامل اصلیش خودت هستی. باید درخواست آگاهی بکنی چرا من عشق احساس نمیکنم، چرا من عشق دریافت نمیکنم. و این دریافت عشق به شرایط مادی کاملا ربط داره، چون تو اگر به خودت اجازه دریافت عشق ندی، به خودت اجازه دریافت چیزهای خوب دیگر هم نمیدی. اگر به خودت عشق نداشته باشی، خودت رو لایق نمیبینی، و اگر خودت رو لایق نبینی، به خودت اجازه داشتن خوبی ها، عشق و فراوانی و ثروت نمیدی. عامل اصلی در تمام شرایط زندگیت خودت هستی. سازنده زندگیت خودت هستی. منتها چون به خودمون آگاه نیستیم که چطوری این زندگی رو من برای خودم فراهم کردم، هرچه خوب یا هرچه بد به خاطر عدم آگاهیه. چون آگاه نیستی که چه انتخابی تا حالا کردی، چه افکاری تا حالا داشتی، چه انتخابی تو عمرهای قبل کردی، چه بلاهایی سر دیگران آوردی یا چه خوبی هایی به دیگران کردی. اگر آگاه نباشی، به نظرت میاد خود به خود این زندگی برای تو فراهم شده و فکر میکنی آه من شانس ندارم، در صورتی که اصلا ربطی به شانس نداره. تمام شرط زندگی حضورش چیزیه که خودت برای خودت خلق کردی. ولی اگر آگاه نباشی به اینکه چطوری برای خودت اینو خلق کردی، آگاه نخواهی بود و به نظر میاد خود به خود. اگر یه شخصی رو میبینی که درها به راحتی براش باز میشه، شرایط به راحتی براش فراهم میشه، عشق و فراوانی و ثروت براش حضور داره، عاملش خودشه. بعد بپرسی که من چه کار میتونم برای خودم بکنم، چه تغییراتی در خودم میتونم به وجود بیارم که بتونم مثل اون شخص دریافتی خوب و قوی داشته باشم. چون همه اون نعمت ها برای همه آدم های روی کره زمین حضور داره. حالا فکر نکنید خب برای یه دی از کلا برداری به دست میارن. اونا حسابشون با خودشونه، کارما براشون ایجاد میشه، عمر بعدی اون کارما رو باید پس بدن. چون احساس میکنم حالا یه دی میگن آره فلانی که مثلا کلا برداره، ثروت داره، نعمت داره، اوضاعشم خوبه، ظاهر بین نباشید.
من دلسوزی دارم برای افرادی که الان دارن خطا میکنن و ظلم میکنن و کلاهبرداری، دزدی، نمیدونم هرچی هست انجام میدن و در مسیر نور نیستن، چون خبر ندارن. هرچند شرایطشون به ظاهر در این عمر اوکی باشه، خودشون خبر ندارن و آگاه نیستن با این اعمالشون دارن عذاب برای خودشون فراهم میکنن برای عمر بعد. بعد عمر بعد میگن وای چرا من اوضاعم اینجوریه، چرا من شانس ندارم، چون آگاه نیستن که تو این عمر پدر مردم رو درآوردن. حالا افرادی هم که الان در این عمر حضور دارن همین داستانه. اگر میگی وای چرا من فلانم، چرا شرایط من اینطوریه، مگه من چه گناهی کردم، چون آگاه نیستی که تو عمرهای قبل پدر مردم رو در بردی. نتیجه شرایط فعلیه. افرادی هم که از روی نادانی الان دارن ظلم میکنن همین را خواهند داشت. برای خودشون دارن چیزایی فراهم میکنن که خوشایند نخواهد بود در عمر بعدی. حسابشون با خودشونه و برای خودشون دارن کارما ایجاد میکنن. راهش هست که اگر آگاه باشی و به خودت عشق داشته باشی و دریافتی قویه، به راه درست بتونی فراوانی و ثروت داشته باشی. و این حتی به سلامتی جسمانی هم ربط داره. کسی که عشق دریافت بکنه و به خودش اجازه دریافتی بده، از لحاظ روحی، روانی و جسمی هم در شرایط تعادل بهتریه و حتی در شرایط مادی. پس یادتون باشه عامل اصلی خودتی. حالا در کنار این جستجوها و از درخواست آگاهی ها و حل کارما و درخواست بلسینگ ورچو، فرشته مقرب اوریال یکی از فرشته های مقربی هستند که ما میتونیم ازشون درخواست بکنیم برای بلسینگ در امور مادی یا بلسینگ در امور شغلی یا بلسینگ برای فراوانی ثروت. حالا برای اینکه انرژی این فرشته مقرب زیبا رو تجربه بکنیم، چشماتون رو ببندید، دو سه تا نفس عمیق بکشین، کف پاتون روی زمین، ستون فقرات صاف، اوکی. سلام و درود به فرشته مقرب اوریا. از فرشته مقرب اوریال درخواست میکنم حضور خودتون رو به بینندگان عزیز نشان بدید آنطور که در حد ظرفیت آنهاست. از فرشته مقرب اوریال عزیز و زیبا درخواست میکنم حضور خودتون رو به بیننده ها نشون بدید آنطور که در حد ظرفیت آنهاست. از فرشته مقرب آریال درخواست میکنم به بینندگان عزیز آگاهی بدید که چه چیزی مانع دریافت فراوانی و ثروت براشون شده. از فرشته مقرب آریال عزیز درخواست میکنم به بینندگان عزیز لطفاً آگاهی بدید یا الهام بدید، هر گونه که در حد دریافتشون هست، که چه چیزی مانع فراوانی و ثروت براشون شده. از فرشته مقرب آریال مهربان درخواست میکنم به تمام بینندگان بلسینگ بده برای فراوانی و ثروت آنطور که به صلاحشان هست و به آنها بلسینگ بده که این بلسینگ رو به خوبی دریافت کنند. از فرشته مقرب آریال درخواست میکنم به بینندگان عزیز بلسینگ بده برای فراوانی و ثروت
و ظرفیت دریافت فراوانی و ثروت آنطور که به صلاحشان است. از فرشته مقرب اوریال درخواست میکنم به تمام بینندگان بلسینگ بده برای فراوانی و ثروت و ظرفیت برای دریافت فراوانی و ثروت آنطور که به صلاحشان است. اوکی، و پیامی که ایشون براتون دارن اینه که همه چیز به عشق به خود ربط داره. از فرشته مقرب آریا و تمام فرشته‌های مقرب مسیر عشق و نور درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن بلسینگ بدید برای فراوانی و ثروت آنطور که به صلاحشان است. از خدای مادر مهربانم و تمام فرشته های مقرب عشق و نور درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنند بلسینگ بدید برای فراوانی و ثروت آنطور که به صلاحشان است. از خدای مادر مهربانم و فرشته های مقرب عشق و نور درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنند بلسینگ بده برای فراوانی و ثروت آنطور که به صلاحشان است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنند بلسینگ بده برای بالاترین ورچو و برای شرایط مادی بهتر آنطور که به صلاحشان است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنند بلسینگ بده برای بالاترین ورچو برای شرایط مادی بهتر آنطور که به صلاحشان است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنند بلسینگ بده برای بالاترین ورچو برای شرایط مادی بهتر آنطور که به صلاحشان است. شما در هر قسمتی که میخوای شرایطت بهتر باشه در اون قسمت هم باید کارمایی که بهش مربوط میشه حل کنی، هم در همون زمینه ورچو به دست بیاری. مثلا شما اگر که مشکل بینایی داری باید کمک کنی به افرادی که مشکل بینایی دارن، مثلا براشون عینک بخری یا پول ویزیت دکتر چشمشونو بدی یا مثلا پول دوای چشمشونو بدی. این تو اون زمینه برای تو ورچو فراهم میکنه برای سلامتی چشم. مثلا اگه یکی پاش شکسته و تو بهش کمک میکنی، پول دکترشو میدی یا پول دواشو میدی، کمکش میکنی که پاش بهبودی پیدا کنه، تو ورچو پیدا میکنی برای سلامتی پا. هر قسمت کارما و ورچو خودشو داره. اگه مشکل کمر داری مثلا تو اون زمینه هم باید کارمایی که مربوط به کمر میشه حل کنی، هم باید ورچو به دست بیاری. که مثلا اگه کسی مشکل کمر داره تو بهش کمک بکنی، چه از لازم مادی یا دارو یا هر حالتی، تو ورچو به دست میاری برای سلامتی کمر. هم باید کارمایی که بهش مربوط میشه حل کنی، هم ورچو در اون زمینه به دست بیاری و از خالق میتونی درخواست بلسینگ ورچو در همون زمینه بکنی. مثلا میتونی بگی از خالق مهربانم درخواست میکنم به من بلسینگ ورچو بده برای سلامتی پا، یا به من بلسینگ ورچو بده برای سلامتی جسم، یا به من بلسینگ ورچو بده برای سلامتی کمر. هر قسمت کارما و ورچو مربوط به خودشو داره. اوکی، الان میتونید پیام بدید که تجربتون با فرشته مقرب اوریو چه بود؟
خانم الی، من پست اطلاعات رو ندیدم. وضع دندون هم خیلی بده. درخواست بلسینگ ورچو بکنید برای سلامتی دندون ها و قبل از خواب از روح بزرگتون درخواست کنید به کارمایی که مانع سلامتی دندون ها میشه درمان بده. بعدم برید پیش دندون پزشک. من هم دریافت کردم عدم عشق به خود. من خمیازه میکشیدم و چند بار بالا تنم لرزید. کار ما یه اجدادی رو چطور میشه کمک کرد؟ از روح بزرگتون قبل از خواب میتونید درخواست کنید به کارمای اجدادی درمان بده. من یه مورچه دیدم. مورچه گاهی اوقات میتونه نمادی باشه برای افکار منفی. شاید خواستن بهتون بگن که افکارتو باید تغییر بدی. هیچی، یک جریان از کف پام حس کردم و داغ شد. پدرم عمل داره خیلی سخت. بهش بلسینگ سلامتی بدید و بلسینگ موفقیت در عمل از خالق براش درخواست بلسینگ بدید. من حس آرامش و شادی و در آخر نور دیدم. حس می کردم سکه طلایی به طرف من سرازیر میشه. اون ورچوی بوده که به شما می دادن. هر موقع می بینید سکه طلا یا ذرات طلایی، ذرات سفید یا گلهای ریز سفید یا گلهای ریز طلایی داره حالت پا می باره، یعنی دارن به شما ورچو می دن که این بسیار خوبه و براش باید تشکر کنید. نور طلایی رنگ بسیار زیبا درخشان. من حس کردم دست راستم رو از مچ کسی گرفت. آرامش. من اطراف پر از رنگ توسی شد. وقتی درخواست ورچو ظرفیت کردین احساس کردم دلم باز شد. خب خدا رو شد. فرزانه، شاید منظورتون فرهنازه، از فرشته دعوت کردی دستی نورانی و تصور کردم داره دور تا دور شکمم دایره نورانی میکشه و همون دایره نورانی رو روی آب دیدم. بسیار خوب. فرشته‌ای با بالهایی که روی دامنم سکه میری. خب چه خوب، داشته بهتون ورچو میداده. خدمت به نور یعنی چی؟ یعنی آدم خوب بودن، آدم درست کار بودن، خیرخواه بودن و ارتباط خوبی داشتن با خالق. داغ شدم. گلبرگ های صورتی و سفید به سمت من سرازیر شد و بهم گفتن برای تو فراوانی و ثروت وجود داره. بسیار خوب، ببینش. خب این این میتونه به این معنی باشه که خودت دریافت نمی کنی. یعنی فراوانی و ثروت برات حضور داره، ورچوش هم ممکنه داشته باشی، ولی خودت به خودت اجازه دریافت نمیدی. حالا تو این حالت یه درخواست مناسب از روح بزرگتون قبل از خواب اینه که کمکم کن بهتر دریافت کنم. من چند تا گره دیدم برای موانع. اینا میتونه کارما باشه، بدهی کارما. یعنی کارما مانع هست برات، بعد کارما تا حل کنی. احساس کردم قسمت چپ گردنم گزگز میکنه و نور سبز و بنفش دیدم. من زنی بلندقد با لباس بسیار زیبا برام ظاهر شد. من الان رسیدم. خب رسیدن به خیر. دیگران، برای دیگران درخواست بلسینگ میکنم هم ایجاد ورچو برامون میشه. بله، به دیگران که بلسینگ بدید، مثلا اگه بگید از خدای مادر مهربان درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن بلسینگ بده برای فراوانی و ثروت. جمله درخواستی هم همیشه سه بار تکرار میکنیم. بله، بلسینگ فرستادن برای دیگران برای شما ورچو فراهم میکنه. بله، چرا هیچ وقت هیچی حس نمیکنم؟ اینو میتونید از روح بزرگتون بپرسید، ولی بستگی به اجازه و میزان باز بودن قلب داره. چرخش در چاکرای تاج به طور واضح حس کردم. آیا کسانی مانند هیتلر بعد از خروج با عشق روبرو میشوند؟ خب بعد برگرده و تناسخ بکنه، کارماشو حل بکنه. با عشق روبرو میشه یعنی منظورتون اگه با عشق دریافت میکنه، اگر عبرت بگیره و از رفتارش پشیمان باشه
و کارماشو حل کنه، بله، ولی افرادی مثل هیتلر که این گونه کارما بر خودشون ایجاد میکنن، کارماشون توی یه عمر حل نمیشه. بعد چند بار تناسخ کنن و زندگی های خوبی نخواهند داشت تا این کارما سبک بشه و بعد در شرایط بهتری قرار بگیرن، چون افراد این گونه کارماهای خیلی زیادی برای خودشون فراهم کردن. و متاسفانه با تکنولوژی این مسئله بیشتر میشه. مثلا موقع جنگ که یکی مثلا یه خلبان میره بمب میندازه روی یه شهری و در عرض چند ثانیه یا دقیقه هزاران هزار آدم آسیب میبینن، خب این شخص در اون چند دو سه دقیقه کارمای عظیمی برای خودش فراهم کرده. و این تکنولوژی، یه سری تکنولوژی ها میتونه سبب کارمای بدهی کارمای عظیم بشه، یه سری تکنولوژی ها میتونه باعث ورچوی عظیم بشه بنا به نوع استفادهش. مثلا اگر کسی یه خدمتی میکنه که شرایط طبیعت، کره زمین، محیط زیست بهتر باشه، اون شخص چون هم به حیوانات، انسانها، طبیعت کمک کرده، ورچوی عظیمی برای خودش فراهم میکنه. مثلا اگه یه دستگاهی اختراع بکنه که تو محیط زیست تاثیر مثبت داشته باشه، مثلا هوا رو پاکسازی بکنه، ورچوی عظیمی برای خودش فراهم میکنه با اون اختراعش. و برعکس کسی هم که بمب اختراع کرده و افرادی هم که از بمب استفاده میکنن، خیلی سریع بدهی کارمای عظیمی برای خودشون فراهم میکنن که خب پس دادنش آسان نخواهد بود. و از خالقم درخواست میکنم که به همه آگاهی و هدایت در مسیر نور بده، که خب این کارها از غرور و نادانیه. حالا افرادی هم اونگونه چندین عمر باید برگردن و این کار ما رو پس بدن. یک عمر کافی نیست، یعنی اصلا ظرفیت پس دادنش در یک عمر نیست، چون کاری که کردن اصلا خوب نبوده و به تعداد خیلی زیادی آسیب زدن. چنین شخصی چندین عمرهای خوبی نخواهد داشت، خیلی تو عمرهایش تجربه خواهد کرد که عزیزانش رو از دست میده یا عزیزانش و خودش بیمار هستن، شرط خوبی نخواهد داشت تا کارما سبک بشه. کارما که سبک بشه بعد از چندین عمر، بعد تازه بعد یاد بگیره که خودش رو ببخشه، خودش رو دوست داشته باشه و تا روحش القا بگیره. گلهای صورتی من سرفه کرد، سرفم گرفت. من از پای راستم یک لرزش حس کردم و حالت سوزن. صدای ضربان قلب رو فقط در گوش راستم شنیدم. درود بیکران به فرشته مقرب اوریال و همه فرشته های مقرب و سپاس بی نهایت از همه آنها و استاد نازنین، متشکر. من فرشته مقرب را بسیار بزرگ و با عظمت و به رنگ آبی بسیار روشن همراه با عصا و داشتن سکه روی سرم می ریختن. چالی، بسیار خوب، به شما ورچو می دادن. بسیار عالی. اگر ظرفیت دیدنشون رو داشته باشید، بسیار زیبا و حیرت انگیز هستند. قدهای بسیار بلندی دارن، اندازه ساختمان چند طبقه، بالهای عظیمی دارن و گاهی اوقات هم ممکنه بیش از دو بال داشته باشن، چون این انرژی بالشون انرژی قلبشونه. بعضی هاشون ممکنه بیش از دو بال داشته باشن، ممکنه نمود بده دو جفت بال داشته باشن و این به خاطر گسترش انرژی قلبشونه. و رنگ‌های بسیار شفاف و زیبایی دارن که رنگ‌هایی که تو این بود دیده نمیشه، یه رنگ‌های خالص و شفاف و زیبایی دارن. وقتی بچه آدم عمل تیروید کرده 8 ماهه، بهش بلسینگ بدید، بلسینگ سلامتی و بلسینگ ورچو. بگید از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به فرزند من بلسینگ بده
برای بالاترین بخشش، بالاترین ورچو و بالاترین حفاظت آنطور که به صلاحشه. سه بار تکرار کنید. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به فرزند من بلسینگ بده برای بالاترین ورچو، برای سلامتی و تعادل در تیروئیدش آنطور که به صلاحشه. همیشه آخر درخواست میگه آنطور که به صلاحه. من یه سفیدی فقط دیدم، تپش های قلبم خیلی سنگین شد و دیدم توی یه خونه خشکی و چوبی هستن که در ساحل بود، که درها باز بود و اقیانوس آب و امواج ملایم در بال، صدایی چوبی بود، صندلی چوبی بود. فرشته زیبا سکه‌های طلا به هم داد و گفت شجاعت خودتو حفظ کن. بسیار عالی. در ایران کسی را سراغ دارید که هیپنوتیزم کنه و ما رو به عمرهای قبل؟ احتیاجی به هیپنوتیزم نیست. شما میتونی قبل از خواب از روح بزرگت درخواست کنی که عمرهای قبل رو بهت نشون بده. هیپنوتیزم یه تکنیک قدیمیه و با دانشی که من دارم و چیزایی که من آموزش میدم اصلا احتیاجی به هیپنوتیزم نیست. شما خیلی راحت بدون هزینه و رایگان، چون اینجا اگه مثلا بخوای بری پیش کسی، پیش دکتر، برای دکتر مثلا که هم روانکاوی میکنه هم هیپنوتیزم میکنه، هزینهش کم نیست. جلسه حداقل $300 برای یک جلسه میگیرن، هزینهشون کم نیست. حالا شما میتونی $300 پس انداز کنی و به راحتی و رایگان در رخت خواب خودت از روح بزرگت قبل از خواب درخواست آگاهی بکنی و بگی یکی از عمرهای قبلم که ظرفیت دیدنش رو دارم به من نشون بده. جمله درخواستی رو همیشه سه بار تکرار میکنیم. سه بار قبل از خواب میگی از روح بزرگم درخواست میکنم در فضای خواب یکی از عمرهام که ظرفیت دیدنش رو دارم به من نشون بده. چون ظرفیت میخواد دریافت این اطلاعات، بنا به اینکه چه نوع شخصیتی تو عمرهای قبل داشتی و چه کار کردی، یه مقدار ظرفیت میخواد. من فشار انرژی زیادی داشتم، دستام بلند شد بالای سرم و روی انرژی بالای چاکرای تاجیم. مرسی از گلها قلبهای زیبا. فرشته مادر رو گفتید روبه خانوم نورانی تو دروازه به معدن زیر زمینی دیدم. فرشته منظورت فرشته اوریو هست؟ به خانم نورانی، یه خانم نورانی تو دروازه یه معدن زیر زمینی دیدم. در آخر فرشته‌ای دیدم که ستاره میله داری روی سر من زد و به هم الهام شد که خودت دریافت نمی کنی. و شفاف و روشن جوابت دادن. خودت دریافت نمی کنی. حالا خودت دریافت نمی کنی یعنی خودتو به اندازه کافی دوست نداری، خودتو به اندازه کافی لایق نمی بینی و براش میتونی از روح بزرگت کمک بگیر. میتونی قبل از خواب بگی از روح بزرگم درخواست میکنم به من کمک کن دریافتیم بهتر بشه یا قوی تر بشه. یا میتونی بگی از روح بزرگم دریافت میکنم کمکم کن عشقم به خودم بیشتر بشه. چون اگه خودتو دوست داشته باشی در نتیجه حس لایق بودنت هم تغییر میکنه، دریافتیت هم بهتر میشه. واقعا پیام خیلی خوبی دادن، همون عشق به خود. چون در بعضی از مواقع حس میکنم که خودم مخصوصا ظاهر خودم رو دوست ندارم و این به اشتباه یه اشتباه بزرگ است. خب این یه مسئله فرهنگی هم هست. در فرهنگ ما این آگاهی بین تفاوت بین خودخواهی و خوددوستی هنوز حضور نداره. من یادم یه بار
یه چیزی راجع به خودم گفتم، یه چیز مثبتی راجع به خودم گفتم که یه شخصی که اونجا بود اون موقع به من گفت او چه از خود راضی، و من گفتم چه اشکالی داری که من از خودم راضی باشم؟ از خود راضی بودن یعنی چی؟ یعنی از خودت راضی هستی؟ و من گفتم خب چه اشکالی داری که من از خودم راضی باشم؟ اتفاقا خیلی خوبه که من از خودم راضی باشم، چون اگر از خودم راضی باشم در آرامشم، وجدانم آرامتره و آدم بهتر و معقولتری خواهم بود. ولی اون شخص دلیلی که به حرف من اعتراض کرد و حرف منو از خود راضی بودن براش نمود داشت، به این دلیله که به خودش خود دوست داشتن رو یاد ندادن. و این یه مسئله فرهنگی در اجتماع ما هست، کلن در اکثر اجتماع ها، ولی خب ما حالا ایرانی هستیم، راجب ایرانی حرف میزنیم، که اینا در کودکی و در تربیت ما به ما یاد نمیدن. البته حالا داره تغییراتی میکنه، افراد یه خورده آگاهتر با فرزندشون برخورد میکنن خدا رو شکر، و فکر میکنم وقت بله فکر کنم به زودی و سیستم قطع میکنه. بعد اینو یاد بگیریم که خود دوست داشتن خودخواهی نیست. خودخواهی اینه که تو چیزی رو برای خودت بخوای و برای دیگران نخوای، مثل طمع، مثل حسادت. حسادت اینه که من اینو برای خودم میخوام، یه وقت کم نیاد، تو نداشته باشی من داشته باشم. اینا از دیدگاه کمبود، رقابت، طمع و حسادته که اینا خوب نیستن، خصوصیت خوبی نیستن. خود دوست داشتن فرق داره. خود دوست داشتن اینه که تو اگه خودتو دوست داشته باشی، هم میخوای خودت این برکت رو داشته باشی، هم میخوای دیگران این برکت رو داشته باشن. هم میخوای خودت در آرامش باشی، هم دیگران در آرامش باشن. هم میخوای خودت سلامتی داشته باشی، هم دیگران. هم میخوای خودت ثروت داشته باشی، هم دیگران. این خود دوست داشتنه و چیز بسیار خوب و مثبتیه. و اینو باید تشخیص بدیم که خود دوست داشتن از خودت راضی بودن، که خب من از این که چه مدل آدمی هستم راضی هستم، اینا نکات مثبته. و اگر به خودمون این اجازه رو بدیم، قضاوت هم از دیگران نمی کنیم. مثلا اون شخص که به من گفت او چه خود راضی، اگه اون به خودش عشق داشت، قضاوت و اعتراض نمی کرد، بلکه تحسین می کرد. مثلا می گفت او چه خوب که تو راجب خودت خوب و مثبت صحبت می کنی، چقدر خوبه که دیدگاه مثبت به خودت داری. اگه اون خودش رو دوست داشت و دیدگاه مثبت به خودش داشت، این اعتراض رو نمی کرد. دیدن گلهای بزرگ بعد از دیدن رنگین کمان و بعد نورهای بنفش آبی دریافت من عالی بود. قبل برنامه شما من امشب ذهنم درگیر مالی بود. چقدر جالب بود امشب در موردش صحبت کردید. خدا حافظ از فشت اوریال انجام نشد. خب ایشون کلن زیاد نمیمونن. مرسی برای یادآوری، ولی معمولا 2-3 دقیقه بیشتر نمیمونن به خاطر حفظ تعادل ما، چون ارتعاششون خیلی بالاست. همش گلو درد داره و خب ریشه یابی کنید. خدمت به نور یعنی چی؟ جوابتونه که در این زمینه دادم. اوکی، من فکر کنم بعد قطع کنم. انرژیشون رو حس کردم در موقع بلسین، گوشهایم پر از انرژی شد. خانواده پولم رو به هم بدن. اوکی، حالا سوالا برای بعدن. یه پرده سایه روشن از جلو چشمام رد می شد. مو به تنم سیخ شد. نور افشانی طلایی. اوکی، بسیار عالی. تجربه های خوب بوده. من برمیگردم، لطفاً حضور داشته باشید برای قسمت بعدی.